بیننده عزیز، بیننده خوب تلویزیون آریانا، کسایی که همیشه برنامه صبح و زندگی رو تعقیب میکنن، شما را خوش آمدید میگم و به یقین کامل میگم همین لحظه کنار فامیلایتان در یک فضای گرم شیشتین و برنامه صبح و زندگی رو تعقیب میکنین. ما آمدیم در ای بار باستان ما را به منار علم و جهل، زمانی که از مسیر ساحه باغ وحشتیر میشین یا طرف چاره ترافیک بگویم میرین، یا اگر میخواین طرف شهر از طرف کوده سنگی کمپانی از او طرف ها برین، حتما متوجه اینی منار میشین. این منار تقریبا در سال 1992 که اگر اشتباه نکرده باشم ساخته شده بود به خاطر یادبود اوید شهدایی که در جنگ شهید شده بودند. ای که چی قصه و چی حرفایی دارم، من شاید به اندازه کافی مطالعه این مورد نداشته باشم، اما یک از ریش سفیده این محل و منطقه که اینجا خرد کلان شده از مورد ازی بر ما معلومات خواد داد. ولی یک چیز میدانم، میگن قدامت از این منار حدوداً بالاتر از 100 سال میشه. در 100 سال پیش این منار ساخته شده بود. به خاطر چی ساخته شده بود؟ به خاطر اویده، به خاطر یاد بوده اویده شهدایی که در جنگ شهید شده بودن. ما پیش میرم، اگر نزدیکتر به این منار نزدیک شوین متوجه بعض نام ها میشین در اونجا، نام هایی که از امو 100 سال پیش جنگ هایی که بودن شهید شده بودن، نامایشان به خاطر یاد بود به اونا، نامایشان در اون جه حکاکی شده. ما دو زورم پیش برم اونجا باز قصر هم میداشته باشیم. شما هم رو ببین بیننده عزیز، ما دوست داشتم برم نزدیک و رفتم، با هم یک سلسله همی روی ناما توجه کردم، حساب که کردم قصدید من یعنی 60 تا بود. من نمیدونم که در کل چند دانه است، در موردش معلومات من ندارم. اما قبلا اینمی ساحه که ما استاده هستیم، این ساحه یک ساحه باز بود، مردم عام رفت و آمد میکردن و حال این ساحه در سایه چهاردیوالی خود باغ وحش قرار گرفته، یعنی حال امنیتش هم خوبتر است و مردم هم در این ساحه که میان و معلوم میشه چهار اطرافش خوب یک طبیعتی را جور کردن. و رفیق ما که در پهلوی ما هست، جور خستین انشالله. شکر بخیر باشین، خوش آمدید. خیر خیریتی هست؟ جور حسین، خیرات بخیر هستین. نامتان بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم، نجیب الله نظری هستم، مدیر تالنت تربیت ریاست باغ وحش کابل. ماشاءالله نظری صاحب محترم، این در مورد از اینمی منار بر ما بگوین، در اوایل چه رقم بود، چه تغییرات آوردین تا اینکه مایک در سایه چهاردیوالی باغ وحش آمد و مردم که میان معمولا به چه دلگرمی در اینجا میاین؟ خب این ساحه منار که است قبلا ساحه پلانی توسعه باغ وحش بود که این منار علم و جهل قبلا از محوطه باغ وحش بیرون بود که اینجا شما قبلا امکان داره آمده باشین دیده باشین که بسیار با وضعیت خراب قرار داشت. مردم کثافات خود می آوردن می انداختن، تشنابای وطنی خود می آوردن می انداختن. دیگه ما وقتی که باغ وحش توصیه دادیم، باغ وحش تا الی پل آسمایی توصیه دادیم، ساحه منار علم جل داخل باغ وحش آمد، داخل محوطه باغ وحش آمد. ما تقریبا بالاتر از 50 موتر کثافات از اینجا توسط تیم ریاست تنظیف شوربول کابل از اینجا انتقال کردیم. از این چهار اطراف زمین؟ هم از این چهار اطراف، از این بالاتر از 50 متر کثافات ما انتقال کردیم. آبادات تاریخی سرمایه هست برای ما. بله بله. اگر به طریقه درستش نگهداری شه، ما به چندین پشت دیگه میتونیم تعریف درست از آبادات تاریخ ما داشته باشیم که اگر خدای ناخواسته بی‌پروا باشیم زود از بین میرنی. ما باید کوشش بکنیم که آثارهای باستانی قدیمی خود نگهداری بکنیم به طور درستش. که فعلا هم منار علم و جهل که هست بالاتر از 100 سال قدامت تاریخی داره. دیدگاه مردم چیست؟ مردم که اینجا میآیان و تدار ما که معنی منار حتما میبینم، من متوجه شدم پیشترم دوستان میامدن اینجا عکس میگرفتن، اونا چی میگن، چی دیدگاه دارن؟ تو یکان سوالات از این از اونا مثل ما واری خلق میشه یا نمیشه؟ صد فیصد، صد فیصد بسیار خوش هستن از این ساحه منار علم جهل، بسیار عکاس عکس میگیره ازشان، بسیار خوش هستن که از این بازدید میکنن. قبلا اینجا که میامدن کثافات بود، حالی که هست ما سالانه باغ وحش کابل بالاتر از 30,000 40,000 شاگردای مکاتب میه، محصلین میه،
ما اونا را هم میاریم از منار المجلی که آثار باستانی قدیمی افغانستان است اینجا میاریم برشان معلومات برشان میتیم. قبلا این خدامت ازی به چند سال میه؟ خدامت ازی منار بالاتر از 100 سال. بالاتر از 100 سال. ما اشتباه نگفتیم خیلی. بله. سلامت. ما پیش میرم اون نامه رو برای شما ببینم که چه رقم هست. اون نامه رو باز خود دیدیم. سر زد تشکر. تشکر بخیر باشین. سلامت. بین شما هم رایمم. تو بین آیست آیستن. این دو عزیز من در مورد نامه هم برای شما گفتم. اونجا بالا نوشته است اسم، ولد، قوم، رتبه، صنف ملازمت. و نامش نوشته است، نام پدرش نوشته است، قومش نوشته است، سادات، رتبه ایش، من این رتبه نظامی را سابقه نمیفهمم چه رقم هست و بیشترش هم نشست مثلا غند دوم لوای سواری کندک سوم غند توپچی به این شکلی مکمل از غند جان فدا غند چهارم موقتی فرقه اول پیاده توله دوم اسپور بسیار بلند است که چیمای ما کار نمی کنه برسو عدد ایست که نامشان نوشته است زمانی که روسا به افغانستان حمله کرده بودن همه اقوام خلاصه افغانا در کل برای شما بگویم تاجک، پشتون، هزاره، ازبک خلاصه هر قومی که اسم داره نمیتونن نمیشون نگرفتن یک جا با هم شدن و تانستن شکست قشون سرخش شوروی را شکست بتن با یک شکستی که در تاریخ برشان به یاد مانده باشه و اینا کسایی هستن که اون زمانی گپا نبوده که تو از کجا هستی من از کجا هستم دیگه کل یک افغانستان بود من نمیفهمم در مورد همین ارتفاعش که از این نقطه حساب میشنی بالیا. تا بالا را چند متر میایه چند متر میایه ارتفاع از این منار المجل که است 7 متر است ارتفاعش 7 متر بالیا من حساب کردیم 60 نام بوده نمیدونم شاید بالا باشه شاید پایین باشه والله اعلم امکان داره به خاطر که ما تاریخ چشه که خواندیم ارتفاع از این منار 7 متر است. اگر شما هم دوست داشتین که از منار علم و جهل دیدن بکنین باغوش سایه باغوش که اومدین یک تک تک بگیرین بینین نمیجا بازی منظره را از اون نزدیک ببینین و کیف بکنین و مطالعه خوب و خوبتر در این مورد داشته باشین. تشکر میریم طرف استودیوی صبح و زندگی که همکارای ما در داخل استودیو هستن اونا چی گپا و گفتایی دارن میریم طرف زندگی.